یه جوری حرف میزنن که مثلا اگر چند صد کیلو اورانیوم 3.5% رو از ایران ببرن بیرون دیگه خیلی شاهکار کردن، پیروزی بزرگی به دست آوردن. بسیار خوب، سوخت 20% آماده کنید، بیاید ما اینو بهتون میدیم، حق و زحمه و دستمزدتون هم میدیم. خواهید دید که حرکت توفنده رو به جلوی ملت ایران با اینها متوقف نمی شود. ما در نطنز روز چند کیلو از اینا داریم می سازیم و انبار می کنیم و در آینده نزدیک هم انشاءالله تولید روزانمون به 3 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. اونها باید یک کاری بکنن که اعتماد ملت ما رو و سایر ملت ها رو جلب کنند. گوش بدن قشنگ، اگه ما جای اونها بودیم برای اینکه نشون بدیم صداقت داریم حتما میامدیم سوخت 20% ایران رو فوری تامین میکردیم و از ملت ایران تشکر میکردیم. قانونی رو که خودشون نوشتن رعایت میکردن تا اقلن بعضی از ملت ها تصور کنند اونها هم یه ذره صداقت تو وجودشون هست. اما نکته سوم، تبلیغات را انداختن که ایران با سوخت 20% یک قدم به ساخت بمب اتمی نزدیک شده است. من به نظرم یا اونها بی سواد و بی اطلاعند یا خودشون رو به بی سوادی و بی اطلاعی میزنن. البته ما نشانه هایی داریم که رده های پایین دستی تو تشکیلات اینها اطلاعات کامل رو به اونها نمیدند، اما باور نداریم که رئیس جمهور یه دولتی مثل آمریکا یا انگلیس یا رئیس یه دولتی مثل آلمان اینقدر بی اطلاع و بی سواد باشن که ندونند که تمام سوخت ما زیر نظر آژانس نگهداری میشه، جابجا میشه، استفاده میشه. آیا میشه زیر نظر آژانس بمب اتمی ساخت؟ اگر میشه اعلام کنید تا همه بدونند. در ثانی همشون میدونن همین الان هم ما در نطنز توانایی ساخت سوخت با قنای بسیار بالا رو داریم. چرا خیال میکنن با تولید 20% یه اتفاقی افتاده است یا اینجور تبلیغ میکنن؟ همین الان هم در نطنز این توانایی را داریم که بالای 20%، بالای 80% غنی سازی کنیم، اما چون نیاز نداریم غنی سازی نداریم. سالسن گوش بدن قشنگ، ما مثل شما ترسو و دروغگو نیستیم. خودتون میدونین